شب گذشته دوشنبه شب نهمین جلسه از سلسله جلسه های علمی بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله در ماه رمضان عظیم 1443 قمری با حضور علما، فقها، فضلا، طلاب و عموم مقلدین و علاقمندان به مرجعیت شیعه برگزار شد. در ابتدای جلسه معظم الله در تکمیل بحث ولایت مطلقه مطالبی فرمودند و ادامه دادند. ولایت خدای متعال مطلقه و ذاتی اوست، ولی ولایت تکوینی و تشریعی اهل بیت علیهم السلام اگرچه همین ولایت مطلقه است، همان کارهایی که خدای متعال انجام می‌دهد ولایتش را به اهل بیت علیهم السلام هم داده، با این فرق که ایشان بندگان خدا هستند. به همین جهت ولایت ایشان خدا دادی است. البته هیچ یک از انبیا و ملائکه علیهم السلام چنین ولایتی ندارد. سپس معظم الله نسبت به ولایت فقیه فرمودند: نسبت به فقهای اتقیا، فقهای جامع شرایط، فقها تعبیر نمی کنند غالبا به ولایت مطلقه، میگن ولایت عامه، یعنی فرق میذارن. گرچه لغتا معناش یکیه، اما اونایی که قائل به ولایت بیش از حسبه هستن اونو میگن ولایت عامه. جواهر داره دیگر، داره صدحان جواهر قائل به ولایت عامه است، اما عامه میگن، نمیگن مطلقه، و یعنی فراتر از ولایت حسبه. شیخ انصاری قائل نیست، میگه ولایت حسبه. لذا وقت اینها، اگر خواستید این تفاصیل را، حالا من یه اجمالی عرض کردم، شروح مکاسب را ببینید، خصوصا شروح مفصله، جایی که مرحوم شیخ انصاری بحث ولایت ابو جد میکنه که ولایت خاصه است، اونجا بالمناسبه ولایت فقیه رو بحث میکنه. وقت تعبیر نمیکنن، من ندیدم فقهای معروف تعبیر به مطلقه بکنن، تعبیر به عامه میکنن مقابل ولایت حسبه که مضیق ولایت حسبه. در ادامه از اختلاف فقها در وقت افطار و تهدید اول وقت نماز مغرب سوال شد که بزرگ مرجع جهان تشیع پاسخ فرمودند. در ادامه این جلسه علمی که یکی از حاضرین پرسید، اگر مدت عقد موقت خانومی به پایان نرسیده باشد، بدون بذل مدت آن توسط همسرش میتواند به عقد دائم او درآید؟ آیت الله العظمی شیرازی پاسخ فرمودند: خیر، دلیل خاص دارد که تا زمانی که عقد موقت به پایان نرسیده یا بذل نشده نمیتوان عقد دائم بر آن جاری کرد. در این جلسه هم چنین سوال‌های مختلف دیگری مانند ملاک شیخ و شیخه که روزه بر ایشان واجب نیست پرسیده شد، و یکی از حاضرین این سوال را مطرح کرد که فقها انشاد شعر را در حال روزه مکروه دانستند، آیا انشاء شعر هم در حال روزه مکروه است؟ سوال‌های دیگر درباره ولایت فقیه در مسئله طلاق، احکام ولد شبهه، بطلان نکاح معاتاتی و کفایت خبر صیغه واحد در موضوعات هم بود که حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله با سعه صدری وصف ناپذیر پاسخهای تفصیلی به این سوالات دادند.